همینایی که متدین موندن، همین نسلی که متدین موندن، همین جوانایی که شبای احیا دهه عاشورا ما رمضان و سرپان گردشتن، به پشتوانه منبر و روحانی هنرمند عالم سرپان گردشتن و موندن. اگه بنا شد همه بیدین بشن، باید اینا هم بیدین می شدن. یعنی منبر درست و محراب درست مردم رو ضد ضربه در مقابل فساد و گناه میکنه. این تجربه 40 ساله من، خودم جوانای زیادی پا منبرم اومدن توبه کردن، الان بعضیشون رو میتونم بگم بوی اینو میدن که از اولیای خدا باشن، بعدم ازدواج کردن، خیلی هاشون و همسراشون رو من عقد کردم و خیلی از اونا رو دختر و پسراشون هم من عقد کردم، حلقه ها همه متدین بودن. اینجور نیست که حجت خدا بر نسل تموم نباشه، با بودن ماهواره، با بودن سینما، با بودن فیلم ها، با بودن سایت ها، با بودن بعضی از حتی فیلم های داخل کشور که به نظر من فیلم های درستی نیست، بعضی از سریال های تلویزیون که بستر گناه ایجاد میکنه، با بودن اینا ثابت قدم مونده. اینجور نیست که ما ناامید باشیم که با بودن این همه ابزار دست دشمن همه نابود میشن. نه، همه نابود نمیشن. و من به نظر خودم ایران 1 میلیون روحانی واجد شرایط، یعنی عالم، هنرمند، با محبت، هزینه کننده خودش رو برای مردم کم داره. شما بگردید تو تمام شهرها آخوند باسواد جاذبه دار متخلد و اخلاق تو هر محرابی هست مسجدش پره، آخوند بیسواد غیر اخلاقی خوش مسجد به اون با عظمتیش با 20 نفر نماز برپا میشه. دلیل بر اینه که روحانی که در نبود انبیا و ائمه داره کار اونا رو میکنه، اگه واجد شرایط بشه خوب میتونه مردم رو نگرده. من فساد بنی امیه و بنی عباس کم بود، چرا همین شیعیان در دهان فساد بنی امیه و بنی عباس نیفتادن؟ ائمه علم داشتن، هنر داشتن، محبت داشتن، نگرشون داشتن.